در حالی که نام رویا محبوب با مطرح شدن تیم دختران ربات ساز افغانستان در صدر خبرهای بین المللی قرار گرفت ولی دستاوردهای رویا فراتر از آن است. رویا برای بار اول در سال 2010 اولین شرکت در بخش تکنولوژی را ایجاد کرد و از سال 2013 به این سو به صورت رسمی نهاد دیجیتال سیتیزن فان را رهبری می کند. آخر سال 2013 تصمیم گرفتم که دیگه زیاد خودم محدود به کمپانی داخلی یا مثلا پروژه دولتی یا پروژه خارجی یا مثلا حتی بخش خصوصی سکتور خصوصی افغانستان نکنیم و به عنوان یک دیجیتال انترپرنور یا تجاره پیشی الکترونیکی از بخش از, از تکنولوژی افغانستان به صلاح ناید استفاده را بکنیم و به آنلاین کلاینت خودم پیدا بکنیم و اما باعث شد که از اواخر سال 2011 همراه یک سرمایه گذار ایتالیا و امریکایی آشنا شویم اونا روی آیدی های ما خوششان آمد و بعد از بحثی که داشتیم اونا سرمایه گذاری خود روی پروگرام ما انجام دادن جان کری وزیر خارجه سابق ایالات متحده در اکثر خطابه هایش در مورد اقتدار زنان افغان از فعالیت های رویا و نهادش صحبت می این نهاد برنامه های آموزشی و تکنولوژی های نوین را در مکاتب تدریس می کند. در کنار این فعالیت های نهاد زنان را در عرصه سرمایه گذاری نیز آموزش می ده هدف ما بود که برای ز... بالا بردن ظرفیت های ها و تمام سازی آنها سازن... از طریق تکنولوژی و بزنس و ایجاد فرصت ها اقدام بکنیم که در افغانستان در هرات و کابل کار خود شروع کردیم و در کشورهای آمریکای جنوبی مثل مکزیک کار خود آغاز کردیم و سال آینده در برزیل کار شروع میکنیم تیم دختران ربات ساز افغانستان نام رویا محبوب را به شکل گسترده‌ای در صدر اخبار قرار داد این تیم در دقایق آخر قادر به کسب ویزه ایالات متحده برای شرکت در یک رقابت جهانی در واشنگتن دیسی سی شدند این تیم در تازه ترین رقابت ها در استونیا برنده جایزه ساخت ربات کارآفرین شده است رویا محبوب با وجود دستاوردهای بزرگ تیم دختران رباتساز از دشواری ها فراراه فعالیت هایش این گونه میگوید از هر ولایت ما یک نماینده داشته باشیم که بتانیم صورت یک تیم ملی در مسابقات جهانی شرا بکنیم ولی این نیاز به حمایت دولت داره این نیاز به حمایت خود مردم داره و نیاز به حمایت سکتور خصوصی داره که بخواین از تیم یک تیم ملی بسازن فرانچسکا رولی سرمایه گذار ایتالیایی که بنیان گذار شرکت تکنولوژی در شهر نیویورک است که با رویا محبوب کار کرده میگوید که میخواست با کار با رویا زنان را در افغانستان مقتدر سازد In 2011, I... در سال 2011 من افتخار دیدن ویدیوی از کارهای رویا را داشتم که در مورد فعالیتهای او و تیمش در افغانستان معلومات میداد. در واقع ویدیو از ناتو بود و در مورد سنفای درسی که در پوانتون ساخته بودن اطلاعات میداد. و باور من عملکرد رویا و تیمش با توجه به این که شرکت بود که توسط زنان مدیریت و اداره میشد قابل ستایش بود. من از شرایط ناهنجار اجتماعی در افغانستان واقف بودم و او را پیدا کردم و خواستم در این را با او هم کار باشم. در حالی که برخی از دختران شاید در افغانستان به این باور باشند که رسیدن به اهدافشان در سرزمینی فقیر، جنگ زده و سنتی تقریبا غیر ممکن است، رویا و امثال او به الگوی این دختران مبدل شدند. رویا محبوب یکی از صد چهره برتر و تاثیرگذار در سال 2013 از سوی مجله تایمز معرفی شد. از جمله پلان های آینده خانم محبوبی هست که پنج مکتب در پنج حوزه افغانستان ایجاد کند تا به اطفال نابغه و تیزهوش رسیدگی صورت بگیره او در عرصه حمایت دولت از سوی نهادهای مختلف خواهان هست سحر عظیمی تلویزیون آشنای صدای آمریکا شهر نیویورک